درود دیگر خدمت شما یاران وفادار کانال کیوسک به اولین برنامه خبری امروز خوش آمدید در دقایق پیش رو با مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته در خدمت شما هستیم تایید مسمومیت بازیگر معروف توسط اطلاعات سپاه افشاگری مادر ترانه علی دوستی از بیماری ناشناخته فرزندش و تشدید بحران در اصفهان فرونشست بلای جان نصف جهان پیش از شنیدن این اخبار و تحلیل مهم اگر از فعالیت رسانی ما رضایت دارید با لایک کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاهتون در آخر این برنامه یاری رسان تیم پرتلاش کیوسک باشید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم تایید مسمومیت بازیگر معروف توسط اطلاعات سپاه افشاگری مادر ترانه علی دوستی از بیماری ناشناخته فرزندش روز گذشته و در خبری مهم نادر حکیم مادر ترانه علی دوستی بازیگر شناخته شده ی سینمای ایران در یک برنامه زندگی اینستاگرامی از ابتلای دخترش به یک بیماری ناشناخته خبر داد. پیشتر خبرهای مبنی بر ابتلای خانم علی دوستی به بیماری و بستری شدن او منتشر شده بود که اکنون مادر او این موضوع را تایید کرده است. خانم حکیم روز شنبه اول اردیبهشت با تایید این خبر گفت: حال دخترم خوب نبوده اما حالا خوب است برایش دعا کنید بیماریش سخت است و منشأ آن مشخص نیست من نگران بودم اما از نگرانی در اومدم نگران کرده ترن حالش خوبه جواب میدم فقط برای اینکه آروم بشید چون منم این سوال رو داشتم و امروز آروم شد آرون شدم و حالش الان خوبه خدا رو شکر خوب نبوده ولی خوبه و براش دعا کنید براش دعا کنید بیماری سخته و به خصوص که منشهش مشخص نباشه و من از تمام دوستانش طرف میخوام که براش دعا کنن انرژی های مثبت بفرستن براش و براش عشق بفرستن میدونم که خیلیاتون دوستش دارین و خیلی محبوب بین همتون عشق بفرستید براش دعاش کنید بریم سر کنش و واکنش دیگه حالا لطفا دیگه هی نگید ترنه چطوره ترنه چطوره؟, چطوره چون خود بسیار نگران بودم خدا رو شکر از نگرانی در اومدم و به همین دلیل چون حال خیلی از طرف دارانش و دوستانش میفهمم الان همونطور که من از نگرانی در اومدم شما هم انشالله که از نگرانی در نید دیگه سوال نکنید بریم سر اصل خودمون با این حال روز یکشنبه روزنامه سینمایی بانی فیلم در وبسایت خود ادعا کرد که ترانه علی دوستی در بیمارستان کسرای تهران بستری شده است. بر اساس گزارش این روزنامه ترانه علی دوستی سه روز پیش با نشانه های سرگیجه و به دلیل مشکلات کبدی در این بیمارستان بستری شده است. مشکلاتی که در ماه گذشته بسیاری از افرادی که تحت بازداشت قرار داشتند بعد از آزادی با آن روبرو شدند. در همین حال منبعی که نخواست نامش فاش شود در ارتباط با مسمومیت ترانه علی دوستی گفته که این بازیگر معروف نیز همانند صدها نفر دیگر که در طی دوران بازداشتشان با دوزهای بالای کد این و سموم دیگر هدف قرار گرفتند مسموم شده است در همین رابطه یک فرد آگاه از وضعیت ترانه علی دوستی در ماه گذشته با انتشار توییتی در شبکه اجتماعی ایکس از احتمال ترور بیولوژیک او توسط حکومت نوشته و اضافه کرده است ترانه علی دوستی از اولین زنان هنرمند است که هجاب خود را برداشت و در آذر ماه سال 1401 بازداشت شد. ترانه در هنگام بازجویی از حال رفته و در همین شرایط متوجه شده که به او آمپولی نامشخص تزریق شده است که بعد از آن دچار سرگیجه شده است، مدتی بعد از آزادی از زندان وی دچار حالات ناخوشی و سرگیجه شده که با شدت گرفتن بیماری از مهرماه 1402 تا کنون در بیمارستان کسرای تهران بستری می باشد. ماده‌ای که به وی تزریق شده نوعی سم روسی است که توسط سازمان اطلاعات روسیه در اختیار جنایتکاران سپاه تروریستی پاسداران قرار داده شده است و عملکرد آن تدریجی است طی سالهای اخیر دهها نفر از فعالان سیاسی در سنین مختلف پس از آزادی از زندان دچار بیماری ناشناخته شده و یا به طور ناگهانی فوت کردند همچنین در خبر دیگری بانی فیلم نوشته است که تیم پزشکی با انجام آزمایش های مختلف در صدد یافتن علت مشکلات جسمی به وجود آمده برای خانم علی دوستی هستند. اما تا کنون نتوانستند دلیل قانع کننده ای برای این مشکلات کبدی یافت کنند. گفته شده تیم پزشکی بیمارستان کسرا به صورت خصوصی به خانواده و شخص ترانه علی دوستی اعلام کرده است که نشانه از مسمومیت با دارو در کبد او دیده شده است. ترانه علی دوستی به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری در سال 1401 مدتی بازداشت بود و به دلیل سرباز زدن از هجاب اجباری توسط وزارت ارشاد ممنول کار شده است. زهرا مینویی که وکالت ترانه علی دوستی را بر عهده دارد، چندی پیش در مورد پرونده این بازیگر سینما و تلویزیون در دادسرای فرهنگ و رسانه گفت که برای خانم علی دوستی شش ماه قرار نظارتی صادر شده است. به گفته خانم مینوی این پرونده در ارتباط با پست اینستاگرامی ترانه علی دوستی درباره آرمیتا گراوند است و خانم علی دوستی در مدت این شش ماه به حکم دادگاه نباید هیچ پستی با محتوای سیاسی و تشویش از عمومی منتشر کند. در بیش از چهار دهه اخیر شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی و جرائم عمومی در زندانهای ایران اندکی پس از آزادی خودکشی کردند. تعدادی از آنان نیز با مرگهای مشکوک از دنیا رفتند. اخبار مربوط به جانباختن برخی از آنان که شناخته شده تر بودند به رسانه ها درس پیدا کرد و برخی دیگر که شهرتی نداشتند در سکوت خبری به خاک سپرده شدند. مقام های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همواره ادعای مناسب بودن وضعیت زندانیان در زندان های ایران را مطرح می کنند. اما تجربه زیسته شمار زیادی از زندانیان در کنار ممانعت از بازرسی های بین المللی از زندان های ایران اثبات می کند که زندان ها و بازداشتگاه های امنیتی به قتلگاه زندانیان به خصوص معترضان تبدیل شده است مسئولان حکومتی درباره افرادی که به طور مشکوک در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها یا اندکی پس از آزادی فوت می‌کنند همواره ادعای خودکشی را پیش می‌کشند این ادعا حالا دیگر برای افکار عمومی ایران نخنما و تکراری است و بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی با عبارت کنایه آمیز خودکشی شد غیر واقعی بودن آن را به رخ می‌کشند زندانیان سیاسی در ایران حتی اگر در برابر فشارها و شکنجه های امنیتی هم تاب بیاورند از تهدیدهای جانی در امان نیستند زیرا مقامهای سیاسی به شکلی سازمان یافته دسترسی زندانیان سیاسی بیمار را به رسیدگی پزشکی و درمان مناسب مسدود می کنند تا مرگ تدریجی آنان را رقم بزنند. فعالان حقوق بشر شکنجه های فیزیکی و روانی در زندان ها و بازداشتگاه ها را از عوامل موثر بر مرک های مشکوک زندانیان و خودکشی های پیاپی آنان می دانند. برخی زندانیان سیاسی سابق در واکنش به مرک های مشکوک بازداشتی ها و زندانیان با یادآوری خاطرات خود افشا کردند که در بازداشتگاه ها و زندان ها آنان را وادار به خوردن داروهای مشکوک، مخرب و روانگردان کردند همچنین آمپول هایی به آنها تزریق می شده است که وضعیت جسمی و روانی آنان را به هم می ریخت است به گفته فعالان حقوق بشر، خودکشی بازداشتی ها اندکی پس از آزادی نیز، حتی اگر راست باشد با اثرات مخرب داروهایی که به اجبار به زندانیان داده می شود ارتباط مستقیم دارد تشدید بحران در اصفهان فرونشست بلای جان نصف جهان مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان از نشست زمین در خیابان میر خبر داد و گفت که در یک ماه نخست سال جاری دوازده حادثه در اصفهان ثبت شده است این در حالی است که کل حوادث ثبت شده برای فرونشست در سال گذشته سی مورد بوده است منصور شیش فروش تاکید کرد که به دلیل شرایط فرونشست زمین، حوادث شکستگی شبکه های آب و فاضلاب طی چند سال اخیر افزایش یافته است به طوری که در طی سال گذشته بیش از سی مورد حادثه و از ابتدای سال جاری تا کنون دوازده حادثه گزارش شده است در همین راستا یک نماینده مجلس در نخستین هفته فروردین ماه با اشاره به وقوع فرونشست در نقاط مختلف اصفهان و به خطر افتادن تاریخ و تمدن این شهر گفته بود که خطر به اندازه جدی است که اگر تا چند سال آینده فکری برای آن نشود همه ما باید اصفهان را ترک کنیم مهدی توقیانی در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین گفته بود عدم احیای زاینده رود موجب خالی شدن آبخانهای دشت اصفهان شده و مشکلات اقتصادی اجتماعی و محیط زیستی را برای اصفهان به همراه داشته است به گفته این نماینده مجلس مشکل زاینده رود تنها مسئله شرق اصفهان و کشاورزان نیست بلکه کل دشت اسفهان به خاطر خشکی رودخانه فلات مرکزی ایران در خطر فرونش است قرار دارد. شماری از کارشناسان بر این باورند که فرونش در اصفهان از مرحله هشدار عبور کرده و باید تدابیر خاصی برای آن اتخاذ شود. در همین رابطه تصاویر منتشر شده از ایجاد یک گودال ناشی از فرونش است در نهم اسفند ماه سال 1402 نشان می‌دهد که عمیقترین فرونشست زمین در اسفهان در محله کوجان به میزان 6 متر ثبت شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا در واکنش به فرونشست در اصفهان و بالا گرفتن هشدارها نسبت به این پدیده بخشی را به خبرهای فرونشست تخصیص داده و نوشته است که فرونشست بسیاری دشتهای اصفهان را به شدت درگیر کرده است و در این شرایط دشت گلپایگان، نجف آباد، محیار شمالی، مهیار جنوبی، دشت آسمان، اردستان، اصفهان برخار، بادرود، خالد آباد، مرچ خورت و دامن داران از بحران فراتر رفته است. بنابر اعلام خبرگزاری ایرنا دشت اصفهان به عنوان یکی از مهمترین دشت های این استان به طور میانگین 15 سانتی متر در سال نشست می کند و جمعیت دونی میلیونی زیر ساختای شهری و بناهای تاریخی این نگین فلات مرکزی در خطر جدی قرار دارند. روزنامه همیهن نیز دهم همه دیما در گزارشی به بحران فرونشست در اسفهان پرداخته و نوشته بود که محله هایی در اسفهان وجود دارند که تمام ساختمان ها در آنها دچار شکاف شدند و دست از لابلای آنها عبور می کند. هایی که عمر چندانی هم ندارند و تنها ده یا 20 سال از ساخت آنها زمان میگذرد. این روزنامه تاکید کرده است که شواهد نشان می‌دهد فرونشست نه تنها به آثار تاریخی همچون مسجد سید، میدان نقش جهان، پل‌های تاریخی و غیر رسیده است، که سازه‌های مسکونی، بیمارستان‌ها، مدارس و زیرساخت‌های شهری را هم درگیر کرده است. برداشت بیرویه یا آب از صفره های زیرزمینی و همچنین بی توجهی به ضرورت حفاظت از منابع محیط زیست باعث فرونشست در اکثر مناطق ایران شده است به طوری که خبرگزاری فارس تیر ماه سال 1402 در گزارشی نوشت رکورد حراساور فرونشست زمین در برخی مناطق کشورمان تا صد برابر بیشتر از استانداردهای جهانی رسیده است و شرایط در بسیاری از استانها از جمله یزد بحرانی اعلام می شود تا جایی که این فروچاله ها در برخی مناطق تا چند صد متری خانه های مردم رسیده است. یاران و همراهان عزیز به پایان این بسته خبری رسیدیم فراموش نکنید که تیم خبری ما با تلاشی شبان روزی سعی در ارائه بهترین و با کیفیت ترین بسته های خبری به شما عزیزان رو داره با لایک کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون در بخش کامنت های این ویدیو یاری رسان تیم تحریریه کیوسک باشید روز بر همگی خوش و پاینده ایران